عزیزان بیننده، امروز آمادیم در ناحیه ده گذر G4. در هفته سه بار آشغالار انتقال میده تنظیف خصوصی و در هفته دو بار جروکشی دارن و در هفته دو بار جوچه و همو کنار سرک قرار میگیره، جوهای کنار سرک اونام تمیز میشه. در گذر G4 LED زیاد به چشم میخوره. من از وکیل سه پرسان کردم که چی تعداد نصب، چون کوچه های فرعی شما جاده های بزرگ همگی LED داره. گفتن حدوداً میشه گفت 150 دونه LED نصب. عقب نشینی به خوبی بالاخره مد نظر نگرفته باشم و به مو اساس جاده های اینا بزرگ هست، مستحق 5 نمره میشم. به نام خالق دوست که هرچه دارم از اوست. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بینندگان خوبی. برنامه خودم میسازمت، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سعدمند باشیم. عزیزان بیننده، امروز آمادیم در ناحیه ده گذر G4. قبل از اینکه به گذر G4 بریم، طبق وعده که آقای محمدی وکیل گذر G3 برای ما داده بودم برای نصب تابلو و برای رنگ‌آمیزی تابلو، با شما میریم میبینیم که آیا تابلو نصب شده یا نه و بعد از اون میریم با شما میارهایی که باید گذر G4 داشته باشه بررسی میکنیم که چی میارها داره و چی میارها نداره. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. اما قسمی که در ابتدای برنامه گفتم، آمادیم در گذر G3 که خدا را شکر جناب وکیل صاحب آقای محمدی به وعده و قولی که دادن وفا کردند و یک تابلوی به خوشگلی نصب کردند. من از جناب وکیل صاحب کوتاه پرسان میکنم که چی حسی دارن که گذر نال تابلودار شده. مدیر سی خوشحالی میکنم به خدمت ولی مردم کرده باشن، شما تشکر میدیدم بیدم چون برنامه رو دردان شما بودم. سلامت باش آقای محمدی عزیز، چقدر زمان برد نصب تابلو رنگامیزی تابلو؟ تقریبا 200 بشده. 200 200 خیلی خوب، خداوند برای شما عمر بده. تشکری میکنم و ارتباط به تابلوی ورودی که نداره در ما تیک زده بودیم 5 میدیم و گذر شما مجموعاً که از ابتدا تا ابتکارات بگیریم 95 نمره گرفته. دوستان عزیز من، واقعاً لذت بخشه. امیدوارم تمام وکیل صاحبا غفلت نکنن. ببینیم، تابلودار نبود، امروز تابلو نصب شد، رنگامیزی شد و 200 زمان برد. پس میشه کار کرد، خودم میسازمت، یعنی اقدام کنیم. تمام وکیل صاحبایی که گذرهای اینا تابلوی ورودی نداره، اینا به اجازه شارولی و این مد نرم شارولی داده، کسایی که در شارولی هستن که همچین چیزی بنویسن. پس هیچ ممانعتی نیه، کسایی که استرس دارن و میگن که ما تابلوی ورودی نصب میکنیم ولی اجازه نداریم، نه اجازه داریم، شما بریم میتونیم بالاخره از خود کنیم و امیدوارم که تمام گذرها همچون تابلوی نصب باشه و ما از دورهای دور که آمادیم در این گذر قشنگ چشم نواز بود و برای خود ما خوشایند بود. امیدوارم که در هر گذری که ما میریم همچون تابلوی نصب باشه تا هیچ کس هیچ سردرگمی نداشته باشه. با ما همراه باشین، میریم با شما در گذر G4 میبینیم که چی داره و چی نداره. در گذر حضرت سلمان فارس یا مو گذر G4 تابلوی ورودی گذر که نداشتن، من انشالله از وکیل سیبدمن وعده میگیرم که کی گذر اینا تابلو دار میشه و بر علاوه که تابلوی ورودی گذر نداشتم، تابلوی کوچای فرهی هم نداشتم، با اسپری نوشته شده مثلا فلان کوچه و فلان کوچه، که امیدوارم همو قسمی که گذر اینا باید تابلوی ورودی داشته باشه تابلوی کوچای فرهی را مد نظر بگیرم. و ارتباط به پلاک خانه ها بگم، در نایی ده کلن تصمیم طبق صحبت هایی که شده انشالله از هفته آینده دوستا بیایم برای نصب تابلو، پول جمع‌آوری شده و امروز دوستا که گفتم من خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که هر چی زودتر تابلوها نصب بشه، پلاکای خانه نصب بشه، چون واقعا نیاز مبرمیه. شما تصور کنیم اما قسمی که بعض از گذرها یک نورافکن بزرگ نصب میکنم که در شب قشنگ روشنی معلوم میشه، باور کنیم در روز
اما تابلوی ورودی کار نورافکن در شب میکنه، از دور باید مشخص بشه و بالاخره هم تابلوی ورودی، هم تابلوی کوچای فری و هم پلاک خانه. این هر سه گزینه تابلوی ورودی که ندارد نمره نمیدیم، وعده از وکیل سه میگیریم که کی انشالله تابلو دار میشم. کوچه های فری با اسپری نوشته که دیدن که امیدوارم اونا رو زودتر نصب کنم، نمره دور میگیرم. و ارتباط به پلاک خانه ها، چون پول جمع آوری شده و انشالله در هفته آینده تصمیمی هست که پلاک دار بشه، نمره 4 میگیرم. امیدوار هستم که به زودی های زود هر سه گزینه در گذر جی 4 انشالله باشه و ما هم ببینیم لذت ببریم. با شما میریم بقیه میارها رو میبینیم که چیگونه هست. ماشاءالله سرسبزی به چیش میخوره، ببینیم ارتباط به تمیزی، ارتباط به روشنایی چی برنامه های دارن. با ما همراه باشین. در گذر جی 4 هستیم و چیزی که خیلی ناخوشایند و دلخراش وجود این نخاله ها در کوچه ها و در گذرهای، اگر کلی بخوایم صحبت کنیم، نه تنها گذر جی 4، بعض از گذرها هستن دوستا و عزیزایی که خونه میسازن و قفلت میکنن. ما امیدوارم که مد نظر بگیرم. ببینیم از وکیل سپرسان کردن که چند روز میشه اینا اینجا، گفتن دو روز میشه، ولو که یک ساعت هم باشه همین معوتر کلا نمیامال که ببینیم پخش شده، موتور رد میشه، بچا بزی میکنن. خیلی خوب میشه که 4 تا گونی بردارن، اینا رو به داخل گونیا بریزم، حالا یک روز دو روز نهایت سه روز هم که هست به تمیزتر گذاشته بشه. امیدوارم که مد نظر بگیرن و وکیل سه گفتن کال ما در میزنن و اینا داخل گونی گذاشته میشه که این خیلی خوبه به زودی ها، بلکه از اون سمت که ما برمیگردیم انشالله وجود نداشته باشه. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. ارتباط به پاکی و نظافت در گذر حضرت سلمان فارس یا جی 4 از وکیل سپرسان کردم که چی برنامه داریم برای پاک نگه داشتن گذر. خب در هفته سه بار آشغال ها انتقال میده تنظیف خصوصی و در هفته دو بار جروکشی دارن و در هفته دو بار جوچه و همو کنار سرک قرار میگیره، جوهای کنار سرک اونام تمیز میشه و امروز نوبت جروکشی نبوده، فردا قرار جروکش ها بیاین و جروکشی بشه. برای من خیلی خوبه، خوشاینده که بر علاوه که یک هفته میشه جروکش نماده یا سه چهار روز میشه به خوبی تمیزی حس میشه. شما هم که در تصویر میبینیم، یعنی آشغال نمیبینیم، پوش پوفک نمکی، پوش انرژی چیزی نمیبینیم، این خیلی خوبه. پس این مشخصه که مردمان عزیز ما، اهالی گذر جی 4 چقدر اهمیت قائلم برای تمیزی و پاک نگه داشتن گذر. که من ارتباط به پاکی و نظافت در گذر نمره 5 میدم و دوست دارم ارتباط به سرسبزی هم اگر موافق باشیم صحبت کنیم. از ابتدا گذر که من ارتباط به نظافت صحبت کردم، شاید شما هم نظارگر بوده باشین که هر خونه به یک نوع از انواع سرسبزی مد نظر گرفتن و خیلی خوشایند از ابتدای کوچه تا اخیر کوچه اکثریت خونه ها میبینیم که فضای سبز به چیش میخوره و در داخل گذر جاده های بزرگن، کنار جاده ها، پیاده روا مد نظر گرفتن که این هم برای ما خوشاینده و ارتباط به وجود فضای سبزم نمره 5 میگیرن. هر چقدر ما اهمیت قائل بشیم به این فضا و به این سرسبزی، باور کنیم که هیچ وقت گرد و خاک نمیبینیم، هیچ وقت حتی کثیفیر نمیبینیم. اینا به یک نوع از انواع خود از اینا سعی میکنن که جلوی گرد و خاک رو بگیرن، جلوی کثیفیر بگیرن. پس خوبه که این عزیز ما که سرسبزی مد نظر گرفته حتما امسال این شهروند مسئولیت پذیرم مسئولیت خور بپذیره و گوشه ای بالاخره کناره، حداقل تنها کاری که میتونم یک تاگ انگوری بالاخره قرض کنم بشونم تا همین سرسبزی که من به اینجا قرار دارم و کلا میبینم این بیشتر میتونه ادامه دار بشه. ارتباط به وجود فضای سبز نمره 5 گرفتن. با شما میریم بقیه معیارها رو میبینیم که چیگونه هست. با ما همراه باشین. در داخل مسجد 5 وقت هستیم و کلی اگر حساب کنیم در گذر جی 4 4 مسجد 5 وقت وجود داره و یک مسجد جامع.
و ما در داخل مسجد پنج وقت هستیم و تمام امکانات یک مسجد جامر دارن. وضو خونه اینا خیلی خوبه، 11 نفر هم زمان میتونن وضو بگیرن و بزرگ هست، دو طبقه، طبقه بالا را اختصاص دادم برای بچه خونی که قرآن شریف حفظ میکنم و درسای دیگه، و کتابخونه خیلی خوبی دارن. من به اکثریت مساجد که میروم خوب هست مد نظر گرفتم، ولی به این قشنگی و خوش سلیقه یعنی واقعا آدم لذت میبره. مرتب گذاشته قرآن شریف ها، کتاب ها و درم بازه که شما میتونید بالاخره قشنگ کتاب مورد نظر که داریم برداریم و مطالعه کنیم. این قسمت هم و اون قسمت هم و این قسمت هم ببینیم کتاب هایی که زیاد برداشته میشه اینا رو میشه جز سلیقه و خوش سلیقه بگیریم. گذاشته که هر دوست عزیزی که برای هدای نماز میایه وقت دارن بردارن مطالعه کنن. اگر محراب مد نظر بگیریم قشنگ همون رنگ‌آمیزی و خوش رنگ دیگه، بازی رنگ کلن با سرامیک خیلی قشنگه، او قسمت هم همچنان و جاکفشی خیلی خوب گذاشتن که دوستا و عزیزایی که برای ادای نماز میایم میتونم کفشای خور داخلم بیارم. و من از وکیل سپرسان کردم که بزرگ هسته چرا مسجد پنج وقته، گفتم برنامه هست که انشالله این مسجد جامع بشه و تمام امکانات رو داره، امیدوارم که به زودی های زود مسجد جامع بشه چون اهالی گذر نیاز دارن. و واقعا برای خود من خوشاینده که میبینم جوانها نزدیک به 100 تا نوجوان و نونهال بالا در حال درس خوندن هستن. هرچه ما سعی و تلاش کنیم تا فرزندان ما با دین مبین اسلام، با حدیث، با قرآن شریف آشنا بشم، باور کنیم جامعه به دور از بالاخره دردسر و دزد و بالاخره فعل افعال بعد که هست خواهیم داشت. ارتباط به مساجد گذر، 4 مسجد پنج وقت دارم، نمره 5 میدم. و ارتباط به تمیزی مساجد و وضوخانه، همون قسمی که گفتم خیلی تمیزه و وضوخانه خیلی خوب و مدرن داشتم، و هم نمره 5 میگیرم. میگیرن. امیدوار هستم که همیشه همه ما سعیم باشیم برای پاک نگه داشتن و برای پاک کردن مساجد و گذر. خوب با ما همراه باشیم، با شما بیرون از مسجد میریم بقیه میارار بررسی میکنیم که چیگونه هست. داخل گذر و کوچه ها در گذر G4 LED زیاد به چشم میخوره. من از وکیل سپرسان کردم که چی تعداد نصبه، چون کوچه های فرهی شما جاده های بزرگ همگی LED داره، گفتن حدوداً میشه گفت 150 دونه LED نصبه و هر تیر برق یک LEDه و خیلی خوبه. این جاده ها من فکر میکنم که در شب هیچ اثر از تاریکی نباشه و اینا دست به دست هم دادم به کمک هم، با هزینه هم و با همکاری هم بالاخره روشنی به گذر خوابوندن. بعض از جاها خیلی جالبه و خوشاینده که بر علاوه که LED نصب به بزرگی میبینیم، خود ساکنین گذر هم یک لامپ نصب کردن که ای برای من خیلی خوشاینده و تشکری میکنم از این شهروند خوش سلیقه ما که چی فضای سرسبز درست کردن. انشالله که خیر ببینن. و ارتباط به روشنایی داخل گذر هم من نمره 5 میدم. امیدوارم که همه ما در روشن کردن و خاموش کردن اینا در صبح بالاخره برنامه داشته باشیم و غفلت نکنیم. نمره 5 میگیرن ارتباط به روشنایی، انشالله که مبارکشان باشه. به عقب نشینی در گذر، در گذر G4 اکثریت جاده ها قبلا عقب نشینی شده بوده و بزرگ هست، همزمان دو موتر میتونه از کنار هم رد بشن و خیلی خوبه. بحث اصلی ما رو همون جاده های خود و کوچه های فرهیه که دوستا و عزیزا و هموطنان عزیز ما که تصمیم دارن برای ساختن به خوبی باید مد نظر بگیرن که ما از وکیل سپرسان کردیم چی برنامه داریم برای اوید کسایی که میسازن و بعد عقب نشینی مد نظر بگیرم. خب خدا رو شکر زیر زربین هر وکیل سایبال هست
کسایی که خانه میسازن باید 100% بخش به کوچه اختصاص بدن چون نیازه. و ما هم مورد خاصی ندیدیم که در گذر جی 4 مد نظر نگرفته باشن یا عقب نشینی به خوبی بالاخره مد نظر نگرفته باشم و به مو اساس جاده های اینا بزرگ هست مستحق 5 نمره میشم. دوست دارم اینجا ارتباط به وجود مراکز آموزشی و ورزشی هم صحبت کنم. در گذر خو اینا یک مکتب دارم که انجوار گذر اینایه، لسه سیفی، که هفته گذشته رفتیم با شما سب داشتیم و بخش زیادی از دانش آموزا از گذر جی 4 میرم در اون مکتب درس میخونم و در کنار یک کلینیک هم هست، آبرسانی هم هست که اینام از ویژگی های گذر جی 4 و ارتباط به وجود مراکز آموزشی و ورزشی هم چون باشگاه ورزشی ندارن. امیدوارم که دوستا و عزیزا اینا مد نظر بگیرن، حتما یک سالون ورزشی، یک جیمنازیونی بالاخره اختصاص بدن برای جوانان و نوجوانان گذر خوب و به مو چیز مستحق 3 نمره میشن. انشالله که به زودی های زود بحث ورزشی و آموزشی به خوبی در گذر مد نظر بگیرن. با ما همراه باشین با ادامه برنامه. ارتباط به کنگرت کوچه ها در گذر جی 4 خدا را شکر تمام کوچه های فرهی، جاده های بزرگ کنگرت شده و این خوشاینده برای ما و همین کوچه ها شما ببینیم که به چی تمیزی و به چی خوبی، یعنی واقعا آدم لذت میبره که قدم بزنه و نگاه کنه. و وقتی ما مواظبت خوب و درست حسابی داشته باشیم طبعا سالیان سال که شما قدم بزنیم همین تمیزی، همین خوب بودن از این به چیش میایه. ببینید این پرایی که گذاشته اینا ترک نخورده، شکسته نیه و من مطمئنم که اگر یک از این پرا ترک بخوره یا بشکنه اهالی گذر، ساکنین همین کوچه، ما چون میبینیم وقتی سرسبزیر به خوبی مد نظر گرفتم، وقتی روشنایی به خوبی مد نظر گرفتم و میفهمم که چقدر ای برای از اینا ارزش داره کنگره دمی کوچه، تمیز بودن همی کوچه، 100% همون پر رم درست میکنن و اگر شکسته باشه. چون تمام گذر در جی 4 کنگره شده من نمره 5 میدم. امیدوار هستم به این منوال به خوبی مواظبت کنم و دوست دارم ارتباط به کانال های گذر صحبت کنم. از وکیل سپرسان کردم که در گذر شما چیگونه کانال ها به چی ترتیبه، گفتن تمام کوچه هایی که اسفارت و کانگرت شده به این قسم کانال کشی هم شده و شما ببینیم از ابتدای کوچه تا به انتهای کوچه کانال به خوبی هست. ای باز وصل میشه به جاده عمومی، باز جاده عمومی وصل میشه به کانال عمومی و به این منوال بالاخره آبروی خیلی خوبیه و امیدوارم که در حفظ و مراقبت از اینا کوشا باشن و ارتباط به تمیزکاری هم همیشه همکار و همیار باشم. هر وقت که تمیز میکنن در هر جا همیت خودمختار اهالی گذر، ساکنین گذر، جوان خود اینا بالاخره به اختیار بگذارم بگن که امروز ما تایم خور اختصاص میدیم برای تمیز کردن این کانال و برای تمیز کردن گذر. ارتباط به کانال های گذرم نمره 5 میگیرن. انشالله که مبارکشان باشه. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. وجود فرست معلومان در گذر، از جناب آقای بختیاری پرسان کردم که چی برنامه داریم وقتی کمک ها از نادهای مختلف، از مؤسسات مختلف به دست شما میرسه، شما چیگونه به دست فقرا و مستمندای گذر میرسانه. خب اونا گفتن ما در هر کوچه نماینده داریم، نماینده ها تشخیص میدن که کی فقیره و کی فقیرتره و وقت کمک هم که میایه توسط همون نماینده ها به دست فقرا و مستمندا میرسانیم. برنامه خوبی هست، امیدوار هستم که بر علاوه که مؤسسات، نهادهای مختلفی که بالاخره مدد رسانی میکنن بیشتر سم بدن به گذرها، تجار عزیز ما، تجار ملی ما هم مد نظر بگیرن بالاخره به هر گذری که ساکنن یا در هر ولایتی که ساکنن. اینا میتونن که
اونا هم چند تا فامیل رو بالاخره به لیست بگیرن و ماوار کمک کنن، چون وطن ما متاسفانه سالیان سال درگیر جنگ بود، مردمان عزیز ما با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کردن، فقر بیداد میکنه. ما امیدوارم که نسبت به این قضیه بیتفاوت نباشیم. امروز روزیه که دست گرفتنه هر عزیزی که میتونه به اندازه توان خود دست برادر خود، دست افغانستانی خود بگیره، چون واقعا نیاز ما برمه از این که مؤسسات بیایه. خیلی خوب میشه که تجار عزیز ما گیرگوشایی کنن، بیارن سرمایه خوب افغانستان سرمایه گذاری کنن. جوانان و نوجوانان که شما باور کنیم اگر بمون نقطه ترین و دوردست ترین جای ایراد جای افغانستان کار باشه، جوان ما با اشتیاق کامل میره به کار کردن و هیچ وقت هم نیاز نمیشه که مؤسسات بالاخره یا ما نیازمند باشیم که اونا کمک کنن. پس خوب میشه که همه ما سعی کنیم، تلاش کنیم همون سرمایه‌ای که به بیرون از افغانستان داریم در افغانستان بیاریم، و اگر غفلت کنیم و نیاریم ما مسئول شناخته میشیم و انشالله که هیچ وقت چنین نباشه. افغانستان فعلا امنیت خوبی داره و نیاز به سرمایه گذاری شما ثروتمندان عزیز داره. ارتباط به وجود فرست محرومانم نمره 5 میگیرن. امیدوار هستم که به زودی های زود این میار از اینجا برداشته بشه و انشالله که هیچ وقت هیچ نیازمنده نیاز به کمک گرفتن نباشه، بلکه ما و افغانستان عزیز ما کمک بفرستیم به کشورهای محروم. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. در نایی ده گذر حضرت سلمان فارس یا امو جیچار در خدمت جناب وکیل صاحب ظاهرشاه بختیاری هستیم، وکیل گذر جیچار. و از ابتدای گذر که تابلوی ورودی گذر بود تا امتحای گذر که ابتکارات در گذر بود با جناب آقای بختیاری رفتیم بررسی کردیم و گذر اینا مستحق 83 نمره شد. ما قبل از اینکه صحبت پایانی جناب آقای بختیاری عزیز رو بپرسم و کامره رو به اختیار اینا قرار بدیم، دوست دارم ارتباط به تابلوی ورودی گذر از اونا وعده بگیرم که کی ما بیاییم تا انشالله گذر جی 4 تابلوی ورودی داشته باشه. کوتاه بگیم جناب وکیل صاحب که چی وقت و چی زمان، اما زمانی که خود شما میفهمیم که میشه نصب کرد و تابلوی بالاخره گذاشت، برای ما بگیم که انشالله ما سرمو وعده انشالله بیاییم و امیدوار هستم که گذر شما هم مثل گذر جی 3 تابلوی ورودی دار شه. انشالله تا یک هفته تابلو نصب میکنیم، آماده میکنیم، با خدمت شما میگذاریم. بله یک هفته. خب من اینجا یادداشت میکنم یک هفته بعد انشالله با جناب آقای کاظمی عزیز، با آقای آشوری بزرگوار میایم انشالله. انشالله که به وعده خو همون قسمی که ما دیدیم وفا میکنیم و عمل میکنیم و خیلی هم خوب میشه. گذر شما 83 نمره گرفته و وقت تابلوی ورودی گذر نصب بشه مجموع نمرات شما میشه 88 نمره، که نمره خیلی خوبه میشه. صحبت پایانی شما رو میشنویم آقای بختیاری عزیز. میگه انشالله گذر که همه چیز در شما دیدیم. بله. در حساب مردم همگی مستجم هم در اتحاد و اتفاق و وحدت و همبستگی کامل دارم. با حساب با سیزی و سفاکری مردم با ما سهم بسیار خوبی دارن. خیلی خوب. مردم ما بسیار علاقه من به همی هم که بیشتر به منطقه آبادی بشه و نظافت بشه و همگی همکارن انشالله. بله. الهی شکر. وقت همکاری هست، همیاری هست، 100% نتیجه میشه. ما در نایده واقعا با چیزهای خیلی خوب برخوردیم، با جاده‌های خیلی بزرگ، جاده‌های تمیز کنگرت شده و اینا برای ما نکته مثبتیه. شما سلامت باشیم انشالله هفته بعد. امیدوار هستم که تابلوی ورودی شما نصب بشه و انشالله نمره تابلوی ورودی به هفته بعد میگذاریم. انشالله موفق و کامیاب باشیم. دوستان عزیز من، این بود برنامه این هفته. خودم میسازمت تا برنامه دیگر. حالا نگهدار.